بینندگان عزیز، درود و سلام پرمهر ما رو پذیرا باشید. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاری می‌کنم. ایمان هستم و در کنار شما نگاهی خواهم داشت به یکی از آخرین اخباری که بر روی وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی بهائی منتشر شده. با ما همراه بمونید. خشم جهانی از حمله ایران به دانشگاهیان بهائی. حکومت‌ها، سازمان‌ها و دانشگاهیان حمله اخیر ایران را به مؤسسه‌ای که به بهائیان جوان محروم از دانشگاه آموزش عالی ارائه می‌دهد محکوم کردند. دولت اتریش بیش از 80 هندی برجسته و دانشگاهیان بانفوذ از انگلستان از جمله مقاماتی هستند که اخیراً صدای خود را در حمایت از حق تحصیل بهائیان ایران بلند کردند. گروه‌های حقوق بشر نیز به فراخوان برای آزادی دانشگاهیان زندانی بهائی پیوستند. حدود 39 خانه مرتبط با مؤسسه آموزش عالی بهائی BIHE در هفته‌های اخیر مورد حمله قرار گرفتند. 14 نفر از کارکنان و اساتید مؤسسه 3 هفته پس از یورش‌های اولیه هنوز در زندان هستند. 3 نفر دیگر نیز دستگیر و متعاقباً آزاد شدند، در حالی که تعداد بیشتری از بهائیان مرتبط با مؤسسه برای بازجویی توسط وزارت اطلاعات احضار شدند. دکتر مایکل اسپیندلگر، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه اتریش گفت بازرسی خانه‌ها و دستگیری‌های اخیر نشان دهنده تلاش دیگری برای جلوگیری از دسترسی جامعه بهائی به تحصیلات است. حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر برای هر فرد و مستقل از دین اوست. محدود کردن دسترسی جوانان بهائی به آموزش پذیرفتنی نیست. دکتر اسپیندلگر در 11 خرداد برابر با اول ژوئن گفت آزار افراد به خاطر دینشان نقض فاحش حقوق بشر است. ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران طبق گزارش‌ها اکنون اعلام کرده که فعالیت‌های مؤسسه آموزش عالی بهائی غیرقانونی است. گروهی از دانشگاهیان برجسته انگلستان در نامه سرگشاده‌ای که در 21 خرداد برابر با 11 ژوئن در گاردین چاپ شد نوشتند محروم کردن بهائیان از دانشگاه جهالت خود حکومت را آشکار می کند. در نامه آمده بهائیان جوان که نمی توانند تحصیل کنند از یکی از حقوق اساسی بشر محروم هستند. آرزوی آنها برای خدمت به جامعه را در آغاز دوران بزرگسالیشان خاموش می کنند. امضا کنندگان نامه که شامل اساتیدی از آکسفورد و کمبریج و دیگر دانشگاه های معتبر هستند نوشتند دانشگاهیان، دانشجویان و سیاستمداران باید برای مسئله مشترک دانشجویان بهائی ایران به هم بپیوندند. باید به مقامات آموخت که حقوق بشر جهانی است. در هند بیش از 80 شهروند برجسته، نمایندگانی از سیستم قضایی، دانشگاهیان، رهبران دینی، سازمان‌های غیردولتی، گروه‌های حقوق بشری و شرکت‌های خصوصی توماری خطاب به حکومت ایران امضا کردند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان مؤسسه آموزش عالی بهائی شدند. در این تومار که از جمله امضا کنندگانش قاضی وی آر کریشنا آیر، یکی از قاضی‌های پیشین دیوان عالی هند و میلون کوسری، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در موضوع مسکن مناسب هستند، آمده انبوه ظلم‌های اخیری که بر این جامعه آزاردیده وارد شده، باید از سوی همه حامیان شرافت و کرامت انسانی در هند و جهان به شدیدترین شکل محکوم شود. در نامه همچنین نوشته شده نتایج این سیاست که جوانان بهائی را از دسترسی به آموزش عالی محروم می کند نه تنها برای جامعه بهائی ایران بلکه برای تمامی مردم ایران زیانبار خواهد بود. نهاد همبستگی جهانی مسیحیان CSW نیز از ایران می خواهد به سیاست‌های آموزشی تبعیض‌آمیز خود پایان دهد. مدیر اجرایی ارشد این نهاد مروین توماس گفت ایران با وجود اینکه از امضا کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به موجب آن کشورها متعهدند معیارهای بین‌المللی آزادی دینی را برای همه شهروندان تأمین کنند به وضوح هم بهائیان و هم جوامع مسیحی خاصی را صرفاً به خاطر باورهایشان هدف قرار می‌دهد.
همبستگی جهانی مسیحیان از دولت ایران می‌خواهد تعهدات خود را تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محترم بشمارد و تضمین کند که اقلیت‌های دینی می‌توانند از آزادی‌هایی که در این میثاق عنوان شده بهره‌مند شوند. در ایالات متحده سناتور مارک کرک که پیشتر در این سال قطعنامه‌ای دو حزبی در سنا برای محکوم کردن آزار بهائیان در ایران ارائه کرد گفت جامعه بین‌المللی باید دستگیری‌های اخیر را به شدت محکوم کند. سناتور کرک گفت من تعهد می‌کنم که تلاش‌هایمان را در سنا به نیابت از جامعه بهائی ایران و همه شهروندان ایرانی که در آرزوی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی هستند دوچندان کنم. سمیناری که در 22 آوریل در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی برگزار شد بر مسئله نقض حقوق بشر در ایران از جمله محروم شدن بهائیان و دیگران از آموزش عالی تمرکز داشت. حاضران از کارکنان، دانشجویان و مهمانان دانشگاهی برزیلی، انگلیسی، آمریکایی، نیکاراگوئه‌ای، سالوادوری و افغان بودند. فیروزه محمودی یکی از بنیانگذاران و نیز مدیر اجرایی نهاد اتحاد برای ایران درباره شجاعت تعدادی از دانشجویان ایرانی که اخیراً زندانی شدند صحبت کرد. به گفته خانم محمودی حکومت ایران تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمن، آزادی عقیده، دین، حریم خصوصی، حق شرکت در اجتماعات، گرد همایی ها و اعتراض های عمومی، مسئولیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دسترسی به فرایند قانونی و محاکمه عادلانه، رهایی از شکنجه، حق حرکت که یعنی بتواند ایران را ترک کند، حق عضویت و مشارکت را به شکل‌های گوناگونی نقض کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و کمیسیون آزادی دینی بین‌المللی در ایالات متحده نیز خواهان آزادی این زندانیان شدند. از جمله مقالاتی که درباره حمله به مؤسسه آموزش عالی بهائی در رسانه‌های جهان چاپ شده، گزارش‌هایی در روزنامه او گلوبو در برزیل، رادیو ای بی سی استرالیا، واشنگتن پست و در وبسایت‌های سی ان ان اینترنشنال، اخبار جهانی دانشگاهی، رادیو اروپای آزاد و هافینگتن پست هستند. بله، بینندگان عزیز، این بود خبری که اخیراً بر روی وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی بهائی منتشر شده بود. در ادامه برنامه امروز با ما همراه بمانید.